سرخط مهمترین خبرها. حمله موشکی از خاک لبنان به تل آویو. نیروهای اوکراینی برای اولین بار با نیروهای کره شمالی در کورسک درگیر شدند. بایدن با تبریک پیروزی ترامپ او را به کاخ سفید دعوت کرد. هریس در گفتگوی تلفنی با ترامپ شکست را پذیرفت. و رونمای حزب الله از یک موشک جدید در بحبوحه جنگ با اسرائیل. به نام خدا و درود بر شما، به این سرویس خبری خوش آمدید. و اما مشروع خبرها. حمله موشکی از خاک لبنان به تل آویو. دقایقی پیش اعلام شد که صدای آژیر خطر شلیک موشک در تل آویو، جلیلوت و اطراف این دو شهر به گوش رسیده است. شبکه 14 رژیم صهیونیستی گزارش داد که چندین فروند موشک از لبنان به سوی تل آویو شلیک شده است. رسانه جنگ مقاومت گزارش داد دقایقی پیش اعلام شد که صدای آژیر خطر شلیک موشک در تل آویو، جلیلوت و اطراف این دو شهر به گوش رسیده است. همچنین گزارش می‌رسد که آژیر خطر در مسکف عام المطلعه در اسفل جلیل در شمال فلسطین اشغالی نیز شنیده شده. ساعت پیش نیز گزارش شده بود که صداهای چندین انفجار مهیب در شهرهای مرکز اسرائیل شنیده شده بود. حزب الله لبنان شامگاه دیروز نیز دست به یک سلسله حملات موشکی جدید به مناطقی در حیفا، عکا و نهاریا در شمال سرزمین‌های اشغالی زد. در همین راستا منابع رسانه‌ای از به صدا در آمدن آژیرهای خطر در مناطق مذکور و همچنین شهرک کریات شمون خبر داده بودند. رسانه‌های صهیونیستی نیز در این باره اعلام کردند که در کمتر از یک ساعت و نیم گذشته حدود 60 موشک از خاک لبنان به سرزمین‌های اشغالی پرتاب شده است. در همین راستا حزب الله لبنان نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که محل استقرار نظامیان رژیم صهیونیستی در پایگاه بیت حلل را با چندین موشک مورد اصابت قرار داده است. وزارت بهداشت لبنان امروز اعلام کرد از زمان آغاز تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان 2083 لبنانی به شهادت رسیدند. طبق آمار اعلامی وزارت بهداشت لبنان، حملات رژیم صهیونیستی تاکنون 9869 زخمی نیز بر جای گذاشته است. این وزارتخانه در ادامه اعلام کرد که 22 لبنانی در حملات 24 ساعت گذشته ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان به شهادت رسیدند. ارتش رژیم صهیونیستی صبح دوشنبه 2 مهر حملات گسترده به مناطق مختلف جنوب لبنان را آغاز کرد که تا این لحظه نیز همچنان ادامه دارد. حزب الله لبنان نیز در مقابل هدف قرار گرفتن غیر نظامیان در این کشور سکوت نکرد. عملیات‌های متعدد علیه مواضع و شهرک‌های صهیونیست نشین در شمال فلسطین اشغالی را در دستور کار قرار داد و طی روزا و ساعت‌های گذشته با پرتاب تا موشک مواضع رژیم صهیونیستی را موشک باران کرد. بایدن با تبریک پیروزی ترامپ او را به کاخ سفید دعوت کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2024 این کشور را تبریک گفت. مقامات کاخ سفید اعلام کردند که بایدن با تبریک پیروزی ترامپ در انتخابات وی را به کاخ سفید دعوت کرده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 5 نوامبر برگزار شد و ترامپ با کسب آرای لازم از مجمع گزینندگان برای بار دوم به کاخ سفید راه یافت و توانست با شکست کامالا هریس رقیب دموکرات خود به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا انتخاب شود. ترامپ توانسته از حد نصاب 270 رأی الکترال لازم برای ریاست جمهوری عبور کند و کامالا هریس معاون رئیس جمهور کنونی آمریکا را در این رقابت شکست دهد. این دومین دوره ریاست جمهوری ترامپ خواهد بود که از ژانویه آغاز می شود.
او در انتخابات گذشته در سال 2020 مقابل جو بایدن رئیس جمهور دموکرات فعلی آمریکا شکست خورده بود. ترامپ 78 ساله در پایان دوره ریاست جمهوری خود 82 ساله خواهد بود. هریس در گفتگوی تلفنی با ترامپ شکست را پذیرفت. کامالا هریس نامزد دموکرات ها در یک گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ شکست در انتخابات را پذیرفت. به گزارش CBS در این مکالمه تلفنی خانم هریس بر انتقال مسالمت آمیز قدرت و ریاست جمهوری ترامپ بر همه آمریکایی ها تاکید کرده است. نیروهای اوکراینی برای اولین بار با نیروهای کره شمالی در کورسک درگیر شدند. رویترز به نقل از دو مقام آمریکایی مدعی شد که نیروهای کره شمالی در روزهای اخیر برای اولین بار در منطقه کورسک با نیروهای اوکراینی درگیر شدند. یکی از این مقامات که به شرط ناشناس ماندن صحبت می‌کرد گفت آنها در تاریخ 4 نوامبر در این نبرد شرکت کردند. این مقامات جزئیات بیشتری درباره این درگیری منتشر نکردند و نگفتند که آیا نیروهای کره شمالی در این درگیری متحمل تلفات شده‌اند یا نه. روز شنبه نیز سازمان اطلاعات ارتش اوکراین ادعا کرد بیش از 7000 سرباز کره شمالی که مجهز به تجهیزات و تسلیحات روسیه هستند به مناطق نزدیک به مرز اوکراین منتقل شدند. این سازمان اطلاعاتی که به GUR مشهور است مدعی شد که سربازان ارتش کره شمالی در حال آموزش دیدن در 5 نقطه در حوزه خاور دور روسیه هستند، اما صحبتی از منشأ این ادعای خود نکرد. و رونمای حزب الله از یک موشک جدید در بحبوحه جنگ با اسرائیل. حزب الله لبنان روز سه‌شنبه یک کلیپ ویدئویی منتشر کرد که در آن از ویژگی‌های موشک جدید خود با نام جهاد 2 خبر داد. حزب الله لبنان در بحبوحه نبرد با دشمن صهیونیستی از یک موشک جدید رونمایی کرده. از این موشک در هدف قرار دادن مواضع ارتش رژیم صهیونیستی استفاده شده است. سر جنگی این موشک 250 کیلوگرم است و برد آن به 20 کیلومتر می رسد. موشک مذکور با سوخت جامد کار می کند و زمین به زمین است. این در حالی است که یک رسانه رژیم صهیونیستی با اشاره به آماده نبودن تل آویو برای جنگ با حزب الله به ناتوانی سامانه هیتس و گنبد آهنین و هزینه سنگینی که رهگیری موشک‌های حزب الله برای تل آویو به دنبال دارد پرداخت. یک پایگاه خبری رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم در برابر تهدیدات موشکی به ویژه در جبهه شمالی و آماده نبودن تل آویو برای جنگ با حزب الله اذعان کرد. سپاسگزارم از این که تا این دم با ما همراه بودید. فراموش نکنید کانال را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا درودی دیگر، بدرود.